با سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا با یکی دیگر از برنامه های گفتار هفته در خدمتتون هستم من رضا هوشمند کارشناس مسائل مالی و مالیاتی و فعال اجتماعی هستم برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مسئله انتخابات فدرال در سال 2019 و بررسی عملکرد دولت احزاب و سایر موارد این مسئله که میخواستم اشاره کنم این هستش که اهمیت انتخابات فدرال در کانادا بسیار بسیار بالاتر از حتی انتخابات در کشورهای دیگه است دلیلش این هستش که تنها انتخابی که مردم کانادا تو انتخابات فدرال دارند انتخاب نخست وزیر هست از طریق انتخاب نمایندگان محلی و بیشترین به دلیل سیستم انتخابی و سیستم دولت مداری کانادا بیشترین حزبی که بیشترین کرسی رو داشته باشه دولت رو تشکیل میده و پس از اون از میان انتخاب شدگان مجلس وزرا انتخاب میشن پس بنابراین قوه, قوه مجریه و قوه مقننه در صورتی که ما دولت حد و دولت قول معروف دولت داشته باشه که اکثریت مجلس رو داشته باشه در اختیار داره و از اون پس بنابراین همه اختیارات در اینجا جمع میشه و این یکی از مهمترین سرفصل انتخابی است از سوی واقعا از همه هم دعوت میکنم همینجا که حتما شرکت کنن برای اینکه صدای جامعه ایرانی بیشتر شنیده بشه تو آمارها بیشتر ما بیایم و اختصاص بودجه برای مواردی که نیاز به کمک به فرزندانمون برای آینده بهتر در این کشور دوم و میهن دوممون هست داشته باشیم نگاهی به عملکرد دولت لیبرال میخوایم داشته باشیم در ابتدای این بحث که و مقایسه بین عملکرد دولت لیبرال دو با دولت قبلی آقای هارپر دولت محافظه کار آقای هارپر در مجموع دولت زمانی که سال 2015 دولت آقای هارپر داشت از انتخابات یعنی با انتخابات ایشون دورانش تموم شد به لحاظ اقتصادی کانادا یه دورانی رو داشته می کرد و یه بحث اقتصاد جهانی هم بود و داشتیم وارد رکودی می شدیم این رکود رکود خیلی پیش بینی شده ای بود و بنابراین دولت لیبرال از ابتدا ایجادش رو و شروع کارش رو با همین رکودی که از سالهای 2014 آخر سالهای 2014 و 2015 داشت شروع میشد کلید خورد و تقریبا وارث اون رکود بود و از طرفی افزایش بیرویه قیمت های مسکن و ملک و مسکن و عدم تناسب رشد ملک و مسکن و بازار ملک و مسکن با سایر قسمت های اقتصادی به نوعی بیتعادلی تو بخش های اقتصادی پدید آورده بود و این از به همین دلیل هم دولت دولت های استانی هم دولت فدرال به سمت مهار و کنترلش بودن خیز برداشتن و سیاست گذاری هایی رو در این مورد داشتن هرچند این سیاست گذاری ها تا حدودی این کار رو انجام داد اما به بعضی از تو بعضی از استان ها به ویژه در بی سی و البته تا حدودی هم در آلبرتا به خصوص و کمتر در اونتاریو این باعث رکود خیلی شدید بازار ملک و مسکن شد که به نوعی طبیعی بود یه باستابی از اون افزایش بیرویه بود اما از حدود یک سال گذشته دولت فدرال سعی کرد که با سیاست گذاری های آسون تر در مورد بحث وام و به خصوص برای کسانی که مصرف کننده نهایی ملک و مسکن هستن و نه بیشتر سرمایه گذاران یه مقداری گشایش حد اقلی و کمی رو با ایجاد کنه در این بازار و تا حدودی هم موفق بوده کما که امسال شاهدیم که یه مقدار بازار ملک و مسکن توی تابستون خب جهش هایی داشت نسبتا البته عرض کردم به خاطر سیاست گذاری سیستم بانکی تا حدودی این قضیه مقلمر کنترل شده هست اما همچنان یه رشد نسبی رو نسبت به تعداد معاملات و اینها نشون میده به خصوص توی ملک هایی که پایین یک میلیون و نیم و این حدود قیمت ها هستم. و بحث احزاب کشور رو اگه میخوایم بررسی کنیم و موقعیت اونها رو مد نظر قرار بدیم باید به این مسئله توجه داشته باشیم که خب کانادا چهار پنج تا سه تا حزب اصلی داره چهار تا حزب اصلی داره که در سطح فدرال و استانی دارن فعالیت میکنن اما حزب احزاب دیگری هم وجود دارن از جمله حزب لیبرال که حاکم هست الان حزب کانزرواتیو که مخالف رسمی دولت یا اپوزیشن رسمی دولت هست حزب اندیپی هست حزب سبز یا حزب گرین هست و حتی حزب مردم هم الان جدیدا سری توی سرها دارن در میان هرچند بسیار حزب قابل ملاحظه هست از نظر سیاست های خیلی سوپر دست راستیش در رابطه با بحث احزاب الان برنامه هایی که احزاب دارن معمولا حزب لیبرال یه حزب میانه است نه خواهان اقتصاد شدیدن بازار محور و نه خواهان اقتصاد شدیدن کنترل شده دولتی هستش از طرفی حزب کانزرواتیو بیشتر خواهان اقتصادی است که بیشتر اقتصاد بازار محور هست بیشتر تشویق سرمایه گذاری ها رو ممکنه انجام بده و به صنایع یه مقدار بالاتر از بیزنس های کوچیکتر بیشتر توجه داره حزب لیبرال بیشترین تمرکزش روی اسمال بیزنس ها و صنایع کوچیک هست حزب انزیپی بیشتر روی اقتصاد بازار محور با اقتصاد دولت محور و کنترل دولتی توجه داره و به دلیل اینکه بک‌گراندش از یونیون ها و اتحادیه کارگری و اتحادیه معلمین و سایرین اتحادیه ها میاد سیاست گذاریش به نوعی در راستای منافع اون اتحادیه‌ها ها تنظیم میشه حزب سبز و حزب گرین اما بیشتر ام برنامهش روی حفظ محیط زیست هست و برنامه هایی که به محیط زیست کمک میکنه توی جامعه کانادا و توی امریکای شمالی احزاب گرین هنوز به نظر من بیشتر شکل یه موومنت اجتماعی و یه جنبش اجتماعی رو دارن تا بیشتر به شکل یه حزبی که آماده یه قدرت گرفتن باشه به همین دلیل ارزش هاشون رو سعی میکنن از طریق حتی احزاب دیگه هم اگر جلوب ببرند ابایی ندارن، به همین دلیل آماده اعتلاف و احزاب بزرگتر هستند چون شانسشون در حال حاضر کمتر هست دلیل و ریشه اقتصادی و ریشه اجتماعی مثلا خیلی روشنه اونم اینی که به دلیل بیشتر بودن منابع در آمریکای شمالی هنوز اون ضرورت به نروف پسنداز کردن کنترل محیط زیست و این چیزا خیلی خیلی شدید حس نمیشه و به همین دلیل مثل مثلا اروپا نیست که این احزاب بعد از مثلا دهه های هفتاد و هشتاد که به همین شکل فقط جنبش اجتماعی مدنی بودند منطقه الان به شکل جدیتری دارن تو قدرت سیاسی هم صحیح میشن اما توی آمریکای شمالی هنوز به همون شکل جنبش اجتماعی تلقی میشن و برخورد میشه باشه یه خبر خوبم بدم خدمتتون که توی حوزه پورت, پورت, مودی و کوکیدلام یه خانم فارسی زبانی به نام خانم سارا بدیعی کاندید شده و که هم از تمام فارسی زبان منطقه ساپورت بگیرن و امیدوارم که تو این حوزه موفق باشن خارج از این که چه مال چه حزبی هستن و از چه حزبی میان به دلیل اینکه جامعه فارسی زبانان ایرانی ها افغانی ها و تاجیک ها و سایر فارسی زبون ها واقعا نماینده از توی غرب کانادا ندارن با اینکه یک ای کمیته بزرگی هستند و این رو باید تبریک گفت و به فال نیک و اونوارم بینندگانی که تو اون رایدینگ و تو اون حوزه هستند بتونن اقدام مناسب و در حمایت از ایشون به عمل بیارن در مورد اهمیت نتایج انتخابات برای جامعه ایرانی و اینکه منافع جامعه ایرانی به کدوم سمت و سو میره یه مقایسه ای میخوام داشته باشم اون مقایسه ای که تو بین عملکرد دولت قبلی و دولت فعلی داشتیم یه اشاره ای به این اشاره کوتاهی من کردم ولی توی اون مقایسه حزب لیبرال در مجموع با توجه به شرایطی که بهش برخورد کرده بود از استقلال عمل بهتری توی حوزه سیاست خارجی برخوردار هست علیرغم فشارهایی که روی نفتا و اینها بود ولی نسبتاً استقلال عملش رو حفظ کرد و خوب برخورد کرد نسبت به فشارهایی که رو نفتا بود و تونست با امتیازدهی و امتیازگیری به موقع بحث نفتا رو دوباره برگردونه به مسیرش و که خب تو اقتصاد کانادا و صنایع کانادا بسیار اثر مثبتی داشت بدون اینکه خیلی دنبال روی کورکورانه داشته باشه این عملکرد دولت آی هارپر در این زمینه خیلی بیشتر فالوور و اه... کپی کننده و حامی سیاست هایی بود که حتی مثلا دولت های امریکا میخوان که مثلا تو حتی عرص اقتصادی کانادا بقول معروف دخالت کنند و تو این زمینه دولت های هارپر تو این زمینه خب خیلی چراغ سبز نشون میداد نسبت به دولت آی ترودو دومین مسئله در رابطه با منافع جامعه ایرانی دولت آقای هارپر خب سفارت ایران رو بدون حالا با توجه به مسائلی بست و ولی توی زمینه خواست جامعه ایرانی که حداقل یه روابط کنسولی هست و اینکه این روابط کنسولی میتونه خیلی از مشکلات و مسائل جامعه ایرانی رو حل کنه دولت آقای ترودو تصمیم به این قضیه داشت ولی این رو نتونست عملی کنه یکی از نقطه ضعفای دیگر دولت آقای ترودو این بود که به چند تا از قولهایی که داده بود عملا نتونست انجام بده و پایبند نموند بحث سیستم انتخاباتی یکی از اون مسائل بود که متاسفانه توی بی سی به صورت آزمایشی اجرا شد اما رأی کافی رو نیورد هرچند که با استقبال خیلی خیلی گسترده تری نسبت به گذشته روبرو بود و این امید رو به ایجاد کرد که در آینده نچندان دور ما شاهد تغییر سیستم انتخاباتی و عادلانه تر شدنش باشیم من در مجموع به دلیل سختگیری هایی که اسم می کنم همیشه دولت, دولت های محافظ کار داشتند و از نظر نزدیکی خانواده ها اومدن مهاجرین ویزاها و اینها مسلما دولت لیبرال منافع جامعه فارسی زبون و جامعه ایرانی رو بیشتر تعمیم میکنه تا دولت محافظ کار و این رو در عمل هم توی مقایسه دولت قبلی و دولت فعلی ما شاهدش بودیم و هستیم یکی دیگه از نکات خیلی کلیدی این قضیه هم این استش که اگر مشارکت جامعه ایرانی بیشتر از این باشه همه احزاب این رو مد نظر قرار میدن و سعی میکنن که خودشون رو به منافع جامعه ایرانی نزدیک کنن و مهم نیست که از کدوم حزب باشن و مقال معروف به چه سمت سوی سیاست هاشون. سخت بده اما میدونن که جامعه ایرانی حضور خوبی داره و این رو مجبورن که رایت کنن و در نظر بگیرن خیلی ممنون و سپاسگزار از توجهتون تا برنامه بعدی در خدمتون هستیم